عزیز سلام، در قسمت از زمین که شما زندگی میکنید صحتمند خوشحال با عزت باشید. کسایی که بیرون از کشور ما رو تماشا میکنند و هم از طریق یوتیوب چینل رو در رو، از شما هم تشکر و اینترنت هایتان همیشه فست باد. معرفی میشیم با فامیلایی که امشب اومدن مبارزه میکنن به خاطر بدست آوردن 500,000 افغانی. استقبال فامیل نوابی را داشته باشیم. سرتیپ شان استاد احمد، سلام بر استاد احمد، خوش اومدین. السلام علیکم. به نام و یاد خداوند کلام خود را زینت بخشیده، عرض سلام و احترام خدمت خودت قسیم جان، عزار محترم که با حضورشان برنامه را مزین ساختن، بیننده های تلویزیون طلوع و همچنان تیم مقابل که ما را افتخار بخشیدن و در مقابل ما قرار گرفتن. شما هم افتخار بخشیدن. بنده احمد نوری استم، سرتیم خانواده نوابی، دوست بسیار خوب ما دکتر صف شکرالله نوابی و ادریس جان کاکر امروی ما هست. اونا هم دکتر هستند؟ بله. شما هم دکتر هستید؟ بله. کدام بخش؟ ما لابراتوار. اونا؟ فارماسیست. فارماسیست. زنده باشین. به نمایندگی از تمام دکتر صاحبای افغانستان از شما بسیار تشکری میکنیم. لطفتان است. و عمو میگفت یک گپ را که بهترین دکتر عمو دکتر است که اول تداوی روحی کنه و چهره تان معلوم میشه که نام خدا او تداوی را شما دارین. کمرشان مرحبا میشین با فامیل کریمی که رقیه سرتیم. سلام بر رقیه، شب بخیر، خوش آمدین. شب شما هم بخیر، شب بینندگان عزیزم بخیر که ما را از تلویزیون میبینن. رقیه کریمی هستم، سرتیم خانواده کریمی و اعضای فامیل زهرا جان و سلطان علی جان هستن که دختر و پسر عمم میشن. کفرشان. سوال را آغاز میکنیم، میریم به طرف سوال اول. رقیه و همراه دکتر صبح احمد آمدن دیگه. این سوال بین 100 نفر اش جواب گرفته. سوال خیلی آسان است، پوشیدنی را نام ببریم که مردم بیشتر رنگ چای آن را ترجیح میدن. حجاب. حجاب. پوشیدنی را نام ببرید که مردم بیشتر رنگ سیاه از او را ترجیح میتن. بود. بود. میرین دکتر سیبا فرمانید شما کدام پوشیدنی است که مردم رنگ سیاه از او را ترجیح میتن؟ جمپر. جمپر. پوشیدنی را نام بیه که رنگ سیاه از او را مردم زیادتر خوش داره و میپسنده. یک. بالا پوش. بالا پوش. مشوره فامیل نوابی داشته باشین کدام پوشیدنی است که مردم رنگ سیاه را ترجیح میده بر زور رقیه؟ کرتی. کرتی. کدام پوشیدنی است که مردم رنگ سیاه را زهرا بر زور ترجیح میده؟ پتلون. پتلون. اوه، ما گفتم خیلی چلیپا است. کدام پوشیدنی است که رنگ سیاه را ترجیح میده شما؟ واسکت. پوشیدنی را نام بگی دکتر سبیدری است که مردم رنگ سیاه از او را ترجیح میده زیادتر. دریشی. شکرالله. چادر. دکتر صبح احمد. چادر. چادر. دکتر صبح احمد جدف چیزای زنانه را گفتین. خب معمولا سیاه هم نی اول ایجاب گفتین باز باز از او چادر کدام گپ خونه ایست؟ خیلی نی بگوین دکتر صبح. خاص مشکل نیست. چی رتن تو عاشق معلوم میشین دکتر صبح؟ عاشق الله است. به شک او را خواهم مو هستیم. پس ببینیم شماره 8, 7, 6, 3 و 2, 1 شم باز میشه چادر. شماره 8 کامپیوتر باز میکنه. ببینیم پیراهن 7، جوراب 6، جاکت 2، دریشی. دکتر شکرالله و زهرا میان سوال دوم جواب میتن. این سوال رفتیم از بین 100 نفر که ما پرسان کردیم، تعداد جوابایی که برای نهایی کردن 5 است. معمولا یک نوشابه و یا یک انرژی در بازار چند افغانی قیمت دارد؟ زهرا. 30 افغانی. 30 افغانی. یک جواب بلند مانده دکتر صاحب. معمولا یک نوشابه و یک انرژی در بازار چند افغانی قیمت دارد؟ 50 افغانی. 50 افغانی. بلندترین امتیاز 50 افغانی به طرف فامیل میرین؟ بله، واگذار نکردن. دکتر ادریس، یک انرژی یا یک نوشابه در بازار امروز چند افغانی است؟ 100 افغانی. 100 افغانی. یک انرژی یا یک نوشابه چند افغانی است در بازار دکتر صاحب؟ 45 افغانی. امو 50 روپیه را 5 روپیه به دکتر صاحب امو دکاندار دان خانه حتما تخفیف میده. یک انرژی یا یک نوشابه در بازار کابل چند است؟ 80 افغانی. 80 افغانی. مشوره شما داشته باشین. دکتر ادریس، معمولا یک نوشابه یا انرژی در بازار کابل چند افغانی است؟ 150 افغانی. 150 افغانی.
حتما اینا جوسه کله را کدام وقت خریداری کردن و یک انرژی یا یک نوشابه در بازار کابل چند است؟ 60 افغانی. زهرا؟ 60 افغانی. رقیه؟ موافق هستم 60 افغانی. 60 افغانی میگن است. پس ببینیم شماره 4 و یا 5 باز بشه و یا ای که یک چلیپای سرخ عاشقی دیگه هم میآید. 123 امتیاز نزد فامیل نوابی است و شماره‌ای که باز نشد شماره 5 کامپیوتر باز کو که است 40 افغانی و 4 20 افغانی. اونمون نوشابه را که دکتر احمد گفت 45 افغانی از این فامیده میشه که دکاندار منطقیشون پنیر پسترزی ها قیمت میفروشه دسکاونت نمیده برزی ها. شما برین به چینل تلو میوزیک آهنگای مقبول و زیبا را نگاه بکنین و آهنگایی که نو نو ثبت میشه در می استودیو با همی کمرهای زیبا با همی کمرمانهای مقبولم که قزمت میکشین و همچنان شما برین به دریا که فعلا دیگه برنامه بر ستاره را اینا مندازن و یکی از داوراش دل مرا شکستانده که یک هفته در فرق قندانی را بسته میکنی یک هفته هم جلبی را تو جوان مرگی پاروسی تزمیال تبریک سرینه خواندن کو خوش آمدین دوستان عزیز بازم رو در رو را از طلوع بینین دستین در این قسمت برنامه مشوره ما برای شما به خاطر پر انرژی و پر قدرت بودن شما اکسبول انرژی درینک است که دارای ویتامین های گوناگون می باشد سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند امو سی افغانی که می گفت امین و شابه است و همچنان اکسبول هفته دو آیفون 12 را هم از طریق 456 برای شما هفتوار جایزه می ده و بسته 1,000,000 افغانی از تولیدات کمپانی اپل هم خریداری میکنه که او رو در ماه برای شما جایزه میده و از کمپانی بسیار زیاد خودم شخصا تشکر میکنم که یک آیفون 12 بسیار مقبول و زیبا رو بر ما روان نکردن هیچ. شما مگنوس جان میکنین بفرمایین سیرو پس میریم به طرف سوال سوم که دکتر ادریس امرای سلطان میخواین جواب بتنی سواله. از بین 100 نفر که سوال سروی شد تعداد جوابایی که نهایی شد برای این سوال 3 است. جای را نام ببرید که در روزای رخصتی نمی روید. پارک. پارک تاب. کامپیوتر چی را قفل کرده من نمی دانم. جای را نام بگیرید که در روزای رخصتی نمی رین اوجا. دانشگاه. پوهنتون و یا هم دانشگاه که سرزی کلمه چقدر جنگ هم بود اگر پوهنتون بگوییم بله اگر پوهنتون هم بگویی دقیقا میمونی دانشگاه هم بگویی دکتر صاحب دقیقا میمونی ما شما سرگان چیزای عجیب غریب دعا میکنیم پدر فامیل نگاه کن میری سلطان شما هم بفرمایید اتیس جان در روزای رخصتی رقیه به کجا نمیرین؟ وظیفه نمیرین؟ بله جایی را نام ببرید که به روزای رخصتی اونجا نمیرین زهرا مکتب مکمل پاسخ و 200 امتیاز مکمل 123 امتیاز هم نزد فامیل نوابی است سوال سرنوشت ساز مرحله اول امشب رو در رو بین 100 نفر 3 جواب گرفته و 300 امتیاز مکمل داره دو سرتیم استقبال داشته باشین کلمه ای را نام ببرید که مردم برای شخصی که زیاد گپ میزند استفاده میکنند پرگوی بلندترین امتیاز بچه ها میریم بفرمایید کلمه ای را نام ببرین که مردم برای شخصی که زیاد گپ میزنه و حرف میزنه استفاده میکنن گفتن زیاد گفتن شخندی میکنی دکتر سب سر باخو شخصی که زیاد حرف میزنه مردم کدام کلمه را برزو لقب میتن دیوانه شما یک مشوره داشته باشین دکتر سر احمد شخصی که زیاد حرف میزنه پروگویی میکنه به او کدام کلمه رو شما استفاده میکنین؟ یک دو سه چهار پنج شخصی که زیاد حرف میزنه سلطان به او چی میگین؟ کدام کلمه رو استفاده میکنین؟ لافزن لافزن لافوک
لافوک. موافق هستم با تیمم لاف. سه لافوک. یک لافوک اینجا پیدا میتونن شماره سه و شماره دو یکیش هم باز نمیشه. پس برنده مرحله اول امشب فامیل نوابی با 243 امتیاز نمیشن، چون که 300 امتیاز پوره نشده. به اون چی کلمه رو میگین؟ یاغی. شماره سه افسقال. شماره دو گبدان. 243 امتیاز. امتیاز فامیل نوابی بازم خوب است. های های های. رفتیم به طرف سوال پنجم. سوال پنجم که من میخوایم پرسان بکنم ایرا شکرالله امرای زهرا جواب میتن. و این سوال است که یک فامیل برنده میسازه و یک فامیل دیگر هم روان میکنند به طرف خانه. از بین 100 نفر، 1000 نفر، میلیون نفر هم اگر این سوال پرسان شوه، برای زینا یک جواب روان میکنن. آماده هستین؟ مختره برق کیست؟ یک. ایدس. دو. ایدسات است. سه. مختره برق کیست؟ ادیسون. ادیسون توماس. برنده مرحله اول امشب فامیل کریمی است دیگه. با امتیاز 300 مکمل برنده مرحله اول امشب فامیل کریمی مبلغ 10000 افغانی را برنده شدند و حالا بخیر میرن به مرحله دوم که 500000 افغانی ارزش است. در این قسمت برنامه ما میخواهیم که یک تشکری داشته باشم از شرکت تجارتی خالد لمر. شرکت تجارتی خالد لمر یگانه شرکت ملی با اعتبار بین المللی در دنیای از تکنولوژی میباشه که دو موبایل مقبول و زیبا را امشب برای فامیل شما تحفه روان کردن. تبریکتان باشه. چهار سیم کارت. ایم دو سیم کارت. و توماس ادیسون رقیب ازیرا شما میفهمین کی است؟ او چقدر زحمت کشید برق جور کرد مماتی پایا رو چپه کرد. رئیس مشوره بکنین در مرحله نهایی کی خواهد بازی کرد؟ از فامیل نوابی صاحب، از دکتر صاحب احمد، از دکتر صاحب شکرالله، از دکتر صاحب ادریس بازم تشکر. خدمات شما سر چشم است. لطفتان است. بودنتان بر ما افتخار است. دکتر صاحب کدام پیامی باشه، خصوصا پیامای صحی اگه باشه دیت یک شب؟ کرونا رو مرد. بله سلامت باشه. و تمام ادبای افغانستان گلها هستن با امید روزی که ما شاهد پرپر شدن هیچ گلی نباشیم در این گلستان. به شک. واو واو واو. شما گفتین گل هستین چون زیادتر همی گلا نامش دختران هستک. اوجه یک چند نفر اکت مرسل و زحاله کده رئیس جوان مرگا. دکتر صاحب شکلها چی میگه؟ تمام هموطنانم در حفظ امان الله باشند و جور صحت مند. سلامت باشین ادریس جان. پیام خاص نیست به امید امن و امنیت در کشور ما. موفق باشین. میاییم به طرف فامیل شما که رقیه تسلیم خودم میگه اعلان میکنه. خودم و زهرا. بفرمایید. به این قسمت برنامه یک نفر در استیج با ما است، یک نفر میره به آهنگ شنیدن. من هستم. زهرا میره. زهرا میره. زهرا بگه زمزمه خوب کو. بلد نیستم. چی بلدی؟ چیز خاصی مشخصا فعلا اصلا بلد نیستی دیگه. اصلا نمیخوای دیگه زمزمه ای داشته باشی. خیلی ممنون شما. مرسی. تشکر زنده باشی. بیا کامرمن اسکوتردار ما در مورد خودت دینیم این بچه ها پروپاگند کرده رئیس. این گپ ما به کامرمن عزیزم هست میگه کدام اسکوتر داری؟ همون که جالک داره کچولو مچولو یار خانه میبری و فقط من میبالم. تو دل تو امیر است. این وقفه امیرانه رو من تقدیم خودت میکنم خاص برای خودت. اعلان های تجارتی رو برسایی که عزیزم برو دیگه عزیزم. زیاد تعریفت کردم. بازه داله از نبید. شب رو در رو آغاز میشه با رقیه به نمایندگی از فامیل کریمی. بی بی رقیه پنج سوال از خودت بپرسان بکنم، پنج جواب میخوایم از شما بشنوم در جریان 20 ثانیه. درست است.
و اگر کدام جواب در ذهن شما نامد مرا بگوین بگذارم، من بگذارم، ثانیه‌ها ضایع نکنین و ثانیه‌های شما از 20 ثانیه باقی بود. پس دوباره من تکرار میکنم عمو سوال که جوابش شما نفهمیده بودین. همکار شما فعلا با ما نیستن، اونا یک آهنگ که میخوان که بشنون. خودت دیگه آماده هستی؟ بله. 20 ثانیه هم آماده است برات. دلیل را نام ببرید که یک شخص خانه اش را میفروشد. نداشتن پول. حیوانی را نام ببرید که برایش تعلیم داده میشود. سگ. برای ساختن یک باغچه چی چیزها نیاز دارید؟ بل. یک کلمه دیگر به جای لایق بگویید. لایق. بگذار. چیزی را در کابل نام ببرید که همه مردم در مورد آن شکایت دارند. برق. یک کلمه دیگر به جای لایق بگویید. بیاین. یک کمی طرف ما استاده شوین. گفتم دلیلی را نام ببرید که یک شخص خانه اش را به فروش میگذارد. پول نداشتن و ببینیم که 100 نفر چند امتیاز در نظر میگیرن بر رقیه. 31 امتیاز. چه امتیاز خوب. حیوانی را نام ببرید که برایش تعلیم داده میشود. توتو. 29 امتیاز. اینه شما سعی کنین سگ هم تعلیم داده میشده. برای ساختن یک باغچه چی چیزها را نیاز دارید؟ بل نیاز دارن. سروی مستقیم با بل وار میکنه. یک کلمه دیگر به جای لایق بگوین یا بگویید. بگذر و ای بار صفر دیگه با چکش وار میشه. چیزی را در کابل نام ببرید که همه مردم در مورد آن شکایت دارن. چقدر چیزهای زیاد است که مردم در مورد زو شکایت دارن. اما یک از مشکلاتی که در این فصل زمستان میگن است اون مشکل برق است. بازم هم موضوع کاکا ادیسن ماست بیچاره که در افغانستان اختراع کردنش ناکام مانده. 26 امتیاز. مجموعا 86 امتیاز در تانسین که بگیرین. ببینیم که 200 امتیاز بشه پورا خواهد شد یا نه. رقیه پیامی باشه به دخترها. تشکر. زنده باشین. تشکر. اشمو همکار رقیه میایه. 86 میتونه بلند ببره بعد 200 امتیاز برسونه و یا خیر. زهرا 5 سوال تکرار از شما پرسان میکنم. 5 جواب نوا میخوایم از خودت بشنم. در جریان 25 ثانیه که برای خودت کامپیوتر زمان میتر. درست. جوابی را که رقیه گفته بود خودت بگویی این امکان داره. این صدا است که مشنوی. آماده است خودت زهرا؟ بله. دلیل را نام ببرید که یک شخص خانه خود مفروشه. قرضداری. حیوانی را نام ببرید که برایش تعلیم داده میشود. سگ. میمون. برای ساختن یک باغچه به چی چیزا نیاز دارید؟ گل. یک کلمه دیگر به جای لایق بگویید. بلیاقت. چیزی را در کابل نام ببرید که مردم در مورد آن شکایت دارند. برق. آشغالی. نزدیکتر. ببینیم 86 به 200 تبدیل خواهد شد. دلیل را گفتم نام ببرید که یک شخص خانه خود به فروش میمانه و یگان تو بیچاره در خانه خودشته بعد از 50 سال بعد یک قواله دیگه به نام از او برآمده. و قوالات چی رقم میگه که کونه نشان بتن در پیپای زنگ زدگی گرفتن و رقای نو انداختن او را کشیدن 50 ساله معلوم شده. من تو شنیده بودم. تشکر از غاسبین زبین. شما گفتین قصدار بودن است. 26 نفر از خانه خود را به فروش گذاشتن و بلندترین امتیاز ازی بود مفلس بودن. حیوانی را نام ببرید که برایش تعلیم داده می شود یا تعلیم میتین. میمون است. بلندترین امتیاز ازی قبلا گفته شده بود. برای ساختن یک باغچه به چی چیزها نیاز دارید؟ گل نیاز داریم. 32 امتیاز. بلندترین امتیاز هم دقیقا دیگه که مستم، یعنی هدفم گل است. یک کلمه دیگر به جای لایق بگویید. بالیاقت بودن و ببینیم که 100 نفری که بالیاقت هستن و سروی کردن یک نفر از یوم دید پشت کمپیوتر ششته. اوه. و بلندترین امتیاز از این شخص دانا بود. چیزی را در کابل نام ببرید که همه مردم در مورد از او شکایت داره. آشغالی. سپر. بلندترین امتیاز نبود، امنیت بود. زهرا پیامی هست پیشت؟ پیام فقط نخواهیم که صلح آرزو کنیم، بلکه دست به دست هم داده با اتحاد خود صلح به وجود بیاریم.
دیگه. و تشکر میکنم از کسایی که واقعا در خط اول نبرد هستند و صادقانه در وطن خدمت میکنن، و کسایی که خدمت هم نمیکنن. گفته یک شاعر است میگه هر کسی به نرخ روز نان خود خورد یقین، نامرد خائن است که مردم نواز نیست. تشکر کفرشان. تشکری میخوایم داشته باشم از اکسبول انرژی درینک به خاطر حمایتشان از برنامه رو در رو، و همچنان آیفون های 12 را در هفته دو دانه هم به طور تحفه از طریق 456 بر شما تحفه میتن، و همچنان تشکر از اکسبول که بر من یک آیفون 12 روان نکردن. و می خواهیم که یک تشکری دیگه از دریا داشته باشم به خاطر که برنامه‌های مقبول زیبا را در این شب‌ها آپلود می‌کنم و در این روزها آپلود می‌کنم. اگر اینترنت داشتین شما هم برین این برنامه‌ها را ببینین و برین به چینل تلو میوزیک و آهنگای مقبول و زیبا را هم ببینین و بشنوین، و آهنگای نو دیگه در حال ساخت و در حال آپلود است. از شرکت تجارتی خالد لمر یک تشکری می‌خوام داشته باشم که امشب دو موبایل زیبا، یکی سامسونگ و یکی پرایم تو فراوان کردند، و همچنان تشکر از خودت لارجان که انگیم بغل گوشت سبز گشتانده. خوب ده مشکل فامیلی شماست با ما چی؟ برای شما عزیزایم عزت صحت خوشی میخوایم، برای خود هم خوشو میخوایم، اما برق نداریم، برق میخوایم برای شما، هلیکای میخوایم برای دارای برق نداریم.